رو در رو شدن و دعوای امیر تتلو با مهراد جم و بحث جنجالی به دلیل کپی کردن موزیکای تتلو توسط مهراد جم. داداش من کلن از وقتی دنیا جهان بخش شما رو صدا کرد من شما رو تازه شناختم قبل از اینکه شما با دنیا دوستی، من اصلا واقعا نمیدونستم که همچین هنرمندی وجود داره. خب داشت چطور ممکنه که یه کسی با این گستاخی کامل بیا تشکر نکنه از این الهام که گرفته، هیچ تازه بگه امیر تتلو آهنگ جهنمشو ارومن دزدیده؟ دزدیده نه، نگفتم دو، نگفتم دزدیده. داداش من خودم ویدیو تو برای من فرستادم. خب دیگه امیر داداش. و همچنین ورود دنیا جهان بخت به این درگیری. من هیچ وقت در مورد تو بد نگفتم، الکی خواستا نگو. بابا کوروش رو داغون کردی، گیر دادی به سارا رو خانم. دروغ گفتی دیگه؟ یعنی من دروغ نگفتم، گفتم چیزی که من با چشمانم دیدم. شما چی دیده بودی با چشم خودت؟ شما اصلا من با شما صحبت نمی‌کنم. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید همین چند ماه پیش بود که مهراد جمعی موزیک رو منتشر کرد که شبیه به موزیک مسخره بازی امیر تتلو بود، و اما بعد از این جریان مهراد جم اومد و گفت که نه، اتفاقا این تتلوه که از من کپی میکنه و من وقتی مشهور نبودم یه موزیک ساختم و گذاشتم تو کانالم و تتلو اونو برداشته و ازش کپی کرده. داخه یکی نیست بگه دهن سرویس، این تویی که سبکتو شبیه تتلو کردی و اگه موزیکات به موزیکای تتلو شبیه باشن معنیش اینه که تو خودتو خیلی شبیه تتلو کردی. بگذریم. و اما یکی دیگه از بحثای چند وقت اخیر این بود که دنیا یه شب اومده بود پیش تتلو و با هم لایو گذاشته بودن و بعد یه سری عکس و استوری منتشر شد و خلاصه دنیا رفته بود پیش تتلو یکم با هم کارای اداری انجام داده بودن، و بعدم دنیا اومد و از شبای بعدش که تتلو رو گرفتن گفت که تقصیر کوروش که به تتلو به زور مواد میده و کلی دعوا بینشون شد. و جالب اینه که تتلو و دنیا و مهراد و همچنین کوروش با هم توی کلاب هاپس رو در رو شدن و تتلو اول اومد و خیلی تند صحبت کرد، ولی اگه دقت کنید مهراد و دنیا اومدن خیلی سوسکی بگن که ببخشید و بیا با هم دوست باشیم، ولی خب بحثای خیلی جنجالی شد که بهتر همین الان بریم گوش کنیم و برگردیم. صحبت که مهراد جم دارم تو جم داداش، من کلن از وقتی دنیا جهان بخش شما رو صدا کرد من شما رو تازه شناختم قبل از اینکه شما با دنیا دوستی، من اصلا واقعا نمیدونستم که همچین هنرمندی وجود داره. خب بعد میخوام بدونم که شما که از اون بعدش رفتم چک کردم دیدم که قبلن هم تو کنسرت داد و بیداد کرده بودی استایل ما و این داستان ها، و از اون اول استایلی به هر حال یه الهامگیری اما داره دیگه، داشت چطور ممکنه که یه کسی با این گستاخی کامل بیا تشکر نکنه از این الهام که گرفته، هیچ تازه بگه امیر تتلو آهنگ جهنمشو ارومن دزدیده؟ دزدیده نه، نگفتم دو، نگفتم دزدیده. داداش من خودم ویدیو تو برای من فرستادم. خب دیگه امیر داداش یه چیزایی گفتن، منم گفتم اوکی، منم یه چیزایی گفتم. نه میخوام ببینم آخه چقدر میتونه یه آدم اعتماد به نفسش بالا باشه که بیاد یه همچین کاری بکنه، یا چقدر میتونه یه آدم بی‌معرفت باشه. نه دزدیده نگفتم. خب بعدش هم اگه بخوای چیز کنی الان بخوای اصلا الان یه چیزی برات میفرستم تو کانال تلگرام قدیمی خودم، خب که اصلا اون موقع هنوز معروفم نشده بود. داداش این شباهتی که شما ببین، این شباهتی که شما یا بقیه بچه های جدید که دارن این سبک رو دنبال میکنن، اگر که عرضم به حضورت کاری هم هست که ناخودآگاه شبیه شده، این به خاطر اینه که داداش شما استایل منو پیش گرفتید، آکوردهایی که استفاده میکنید، ضربایی که استفاده میکنید، حتی موضوعاتی که استفاده میکنید، موضوعاتی که داداش من 15 سال پیش استفاده کردم، حالا خودتون ناخودآگاه اومدید استایل ما رو ورداشتید، حالا 4 تا آهنگتون هم شبیه ما شده، اومدید میگید ما از شما ورداشتیم. نه
نه اولین نفری بودم که من آوردم، اصلا همچین چیزی نبوده. یعنی همین که شما یه آهنگی شبیه جهنم 10 سال پیشم خونده باشی داداش، باز رو من برداشته شده استایل منه، چیزی که من تو ایران آوردم. اصلا اینه که قشنگ نیست. داری چی میگی اصلا به من؟ منظورم اینه که اینو ایران میدونه. حالا لااقلش تشکر کن، میگو همین جمعه از شما الهام گرفتیم، شما اولین نفر این سبکی، دمت گرم. حالا دمت ما دمت گرم پس چی داداش؟ خیلی دمت گرم ها. نه اینکه بیای بگی این 10 سال پیش آهنگ منو زده فلان. نه آقا من یه چیزی گذاشته بودم، بحث شد و فلان و بیسار، نگفتم آقا اینجوریه داستان. نه یعنی که سرمت کم مرداد تا الان داری تشکر میکنی، ولی قبول داری که آدم باید ناراحت بشه دیگه مرداد جون. من اصلا ناراحت شدم. اشکال نداره الان اوکی، ناراحت نیستی دیگه. نه دیگه هنوزم ناراحتم دیگه، به خاطر اینکه الان باید بعد میگی اشکال نره، اشکال نره، انگار تو مارو آره. نه آقا امیر جون چرا اعصاب نداری؟ اعصاب نداری دیگه امیر تو پسر طبیعتی، ببخش. چاکرم داداش، آخه میدونی چیه امیر جان؟ دنیا به حرمت نون و نمک هایی که خوردیم سلطان. دنیا جون شما عزیزم، شما میای تو لایو این ور اون ور. من هیچ وقت در مورد تو بد نگفتم، الکی خواهشن نگو. بابا کوروش رو داغون کردی، گیر دادی به سارا خانم. دروغ گفتی دیگه؟ یعنی من دروغ نگفتم، گفتم چیزی که من با چشمانم دیدم. شما چی دیده بودی با چشم خودت؟ شما اصلا من با شما صحبت ندارم. من چیزی که دیده بودم اینه که شاید دوستاش دارن من تشویقش میکنن. همین چند دقیقه پیشم دیدم یکی، یعنی دنیا جون به نظر شما من اینقدر احمق و فوچیک و نه، ولی خب قبول کن نفسم که دوستان میان من نه نه آقای امیر تطلو، قبول کن که تاثیرگذار میتونه باشه. من گفتم که شما اصلا چرا به خود اجازه میدی این حرفو بزنی؟ آخه تاثیرم داشته باشه دنیا جون، واقعا اون زندگی شخصی ماست. مثل میمونه که الان شما با مهراد زندگی شخصی داری، من بیام بگم آقا این اینو معتاد کرده یا این اینو آورده یا اون این، به من ربطی نداره عزیز من. زندگی شخصی شما چه اتفاقی توش میفته، من فقط میتونم بیام براتون آرزو موفقیت کنم. همین کارم کردم، هر کی ما هم برای شما آرزو موفقیت کردیم. الان هر کی هم زده شده برای این بوده که شرایط بهتر شد. الان داستان قربون دادم، مرسی. نه کسی عقده‌ای، نه کسی که خراب را بکنه. الان این اکس... شک نکن این عکس پروفایل ها که همه شبیه همه چیه، جریانش توضیح دیگه میدیم. ببین این وبسایت داشمیره که میتونم برن از اینجا آهنگشون خرید بخرم آهنگ داشمیره. لا 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 ما بعد از یک ذره انتقاد پذیرم باشی. شما اصلا اتفاقا شما کاملا میتونی مورد انتقاد قرار بگیری، چون خیلی از برنامه‌های یک هنرمند دست توه. من نمیدونم چرا انتقاد پذیر نیستی. انتقاد پذیر باش داداش، اصلا این موضوعی که شما اومدی گردی مهمون بودی دیگه شب، بحث این نیست که به من ربط داره یا نداره، بحث اینه که منم یک حالا به عنوان طرفدار نظرمو گفتم. من هزاران نفر دیگه هم میگن. نه این فقط صحبت شما، صحبت هزاران نفر دیگه هم میگن. شما اصلا انتقاد نکردی، شما نشستی راجع به من صحبت کردی، راجع به زندگی خصوصی من و رفیق 15 سالم صحبت کردی و دروغ گفتی و باعث هزار تا چیز زشت برای من شدی. کوروش شان صدا آره دروغ گفتی آقا کوروش گل. بچه‌ها لطفاً کسی دیگه الکی حرف نزنه، فقط بذارید بچه‌ها کامنت رو بزن. کوروش و دنیا دارن صحبت میکنن، آره لطفاً کامنت ندید، صحبت نکن. آره آقا ناصر، آقا ناصر بچه‌ها گفتم لطفاً کسی دیگه صحبت نکنه دیگه. چقدر ببخش من یه لحظه خواهرم میتونه با آقا امیر یه صحبتی کنه؟ آقا میگم لطفاً یه لحظه بابا، الان موقع شاخه، یه لحظه صبر کن قربونت برم میام صحبت کنم. اگه اجازه بدی کوروش جان میکروفونت بسته شد، قربونت برم. امیر تطلو داداش میکروفونت بسته شد داداش. داشت الان بازه؟ آره بله چون دلم عرضم به حضورت که اولا که من یه حرفو بارها زدم، با بارها دیگه هم میگم، کوروش و بقیه اعضای تیم همیشه همون کاری رو انجام میدن که من بخوام. یه موقع من احتیاج به مواد دارم،
خودم که نمیتونم برم کف استانبول دنبال مواد بگردم. به رفیقم میگم رفیق من این استرس رو به جون میخره، این کار رو برای من شاید انجام بده. خب یه موقع هم هست من میخوام برم ورزش، به رفیقم زنگ میزنم، منم باز میاد دنبال من با ماشینش، منو میبره ورزش. یعنی همین آقا کوروش اول مربی بدنسازی من بود، بعد شد رفیق من، الان هم یه سری کارا رو مدیریت میکنه. خب فقط این نیست که من و کوروش با هم میشینیم گل میکشیم، مشروب میخوریم، هزار تا خلاف ممکنه بکنیم، ولی موقع باشگاه هم که میشه کوروش منو میاد میبره باشگاه و اینا. یه سری چیزای عرضم به حضورت شخصی زندگی ماست که اصلا همچین چیزای بسته ای هم نیست، همه راجبش صحبت میکنن. و عرضم به حضورت دنیا خانوم هم راست میگه، به عنوان یک هوادار، به عنوان یک دوست، به عنوان هر چیزی که اسمشو خودشون میذارن میتونن انتقادشونو بکنن. منتها بحث اینجاست که یک، اولا دنیا خانم 10 میلیون فالوور دارن و نمیتونیم ما به عنوان یک هوادار فقط حرفشو بشنویم. وقتی که یه حرفی میزنن یه حجبه سنگینی از هوادارای ایشون از 10 میلیون فالوورش حمله میکنن مثلا به کوروش و زندگی مختل میشه. میدونی چی میگم؟ این خواهشی که ازتون دارم، حالا چه از روی دلسوزیه چه از روی یکی عرضم به حضورت ساده است، دلسوز عرو دلسوزی این کارو میکنه، یکی دنبال فالوور عرو خارکستگی و جذب فالوور. من قضاوت نمیکنم، نمیگم کی دنبال چیه، فقط چیزی که دارم اینه که واقعا زندگی شخصی آدما واقعا چیزی نیست که ما بخوایم سرک بکشیم توش، اینکه چی میزنن چی کار میکنن. خواهشی که دارم اینه که واقعا یه ذره احترام بذاریم به حریم شخصی هم. یعنی من شاید یه موقعی واقعا احتیاج داشته باشم قرص آرامبخش بخورم، تریاک بکشم، چون که داشت چیزی که به من وارد میشه میخوام بدونید خیلی زیاده. من یه 100,000 نفر میان به من فوش میدن، یه 100,000 نفر میان از من توقع دارن، یه بعد 10 تا آهنگ و من همین الان باورتون نمیشه یه آهنگ دارم میسازم برای کمپانی، اونو دارم کار میکنم، یه آهنگ دادم به آونگ دارم اونو کار میکنم، یه آلبوم دادم به یونیورسال دارم اونو کار میکنم، یه آهنگ گذاشتم برای فروش. یعنی من همزمان دارم 10 تا آهنگ کار میکنم، هر روز کلاب هاستم. خیلی سنگینه فشاری که رومه. خب حق دارم که فکر نمیکنم یه جا بخوام مثلا یه تریاکی بکشم یا بخوام حتی یه عصبی بازی در بیارم، فکر میکنم حقشو دارم. خواهشی که از همه دارم، که حالا دنیا خانوم هم جز همه دوستانه که مورد مخاطب من الان هستن، هست اینه که لطفاً زندگی شخصی افراد رو کاری نداشته باشیم، که چی میزنن باید خودمون رو اول بذاریم جای افراد. یه موقعی بوده من تریاک نمیزدم مغزم میترکیده توی این وضعیت، واقعا احتیاج داشتم. مثل همین میمونه که دنیا خانوم دوست داره لباسای راحت بپوشه، جذب فالوور کنه، درآمدزایی کنه، چون قطعا به پولش نیاز داره، یا چه میدونم اون یکی دوست داره ترکیبی بزنه فلان کنه بیا تو چشم، اون یکی دوست داره هر کی، بالاخره هر کی یه جوری دوست داره یه سری کارهایی بکنه که شاید از سلیقه ماها جور در نیاد. شما که دوست ندارید قضاوت بشید، دوست دارید آزاد باشید، بس خودمونم بقیه رو هم دیگه رو قضاوت نکنیم و آزاد بذاریم. اون بحث تموم شد و رفت. از الان به بعد توی قرن جدید لطفاً دیگه این کارا رو با هم نکنیم. اگرم کسی از دست کسی ناراحته، من اینجا از طرف همه معذرت خواهی میکنم. تموم شد و رفت. بله، اینم از صحبت‌های جنجالی این عزیزان با هم. و همونطور که دیدین اولش تتلو جوری صحبت کرد که مهراد جم دیگه نتونست چیزی رو بگه و در نهایت بحث جمع شد. حالا نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ فکر میکنید مهراد جم و تتلو با هم همکاری میکنن؟ و همچنین فکر میکنید دنیا چرا به کوروش گیر میده؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت برای ما بنویسید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.